سر خط خبرها. حمایت فدراسیون بین‌المللی جودو از سعید ملایی. فدراسیون گفته درباره تحت فشار بودن آقای ملایی تحقیق می‌کند. نتیجه مذاکرات صلح افغانستان در انتظار تصمیم ارگ ریاست جمهوری. اشرف غنی می‌گوید متن توافق را همه رهبران افغان باید ببینند. باید نفت ایران خریداری شود و پولش نیز تمهیدی اتخاذ شود که در دسترس قرار گیرد. تلاش‌های دیپلماتیک تهران در مسکو و پاریس. سخنگوی دولت ایران می‌گوید استراتژی ما تعهد در برابر تعهد است. و گزارش‌های زد و نقیض درباره تلفات درگیری روز گذشته میان حزب الله و اسرائیل. اسرائیل می‌گوید یک مقر نظامیش آسیب دیده ولی تلفات جانی نداشته. سلام، عصر بخیر. خوش اومدید به یک بخش زنده خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. فدراسیون بین‌المللی جودو میگوید در جلسه اضطراری در مورد تهدید و فشار احتمالی بر سعید ملایی، قهرمان جودو ایران و خانواده‌اش تحقیق میکند. ماریوس ویزر رئیس این فدراسیون به نقل از آقای ملایی گفته که مقام‌های ایران او را مجبور کردند در مسابقات جهانی اخیر در ژاپن ببازد تا با حریف اسرائیلی روبرو نشود. فدراسیون بین‌المللی جودو حالا به سعید ملایی اجازه داده تا در المپیک توکیو در سال 2020 با پرچم کمیته بین‌المللی المپیک در تیم پناهندگان شرکت کند. مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک با ماست. آقای رستم‌پور، این خبر رو در طول چند روز گذشته به صورت جدی دنبال کرده. آقای رستم‌پور، چقدر از طرف فدراسیون‌های مختلف ورزشی، فدراسیون جهانی سابقه داره که در این حد وارد یک پرونده بشن؟ اون چه که امروز از طرف فدراسیون جهانی جودو دیدیم، انتشار گزارشی درباره سعید ملایی و مصاحبه‌ای که از اون منتشر کردن در سایت فدراسیون جهانی، در تاریخ رشته‌های ورزشی، همه رشته‌ها بعد از ماجرای ایران و اسرائیل که از 1983 رسماً کلید خورد، بی سابقه است و کار حتی از مراحل تحقیقاتی هم گذشته. در واقع تو جلسه اضطراری اونا اعلام رأی خواهند کرد و فدراسیون جهانی جودو مثل سایر فدراسیون‌های جهانی یک نهاد کاملا مستقل. نامه‌ای که آقای صالحی امیری به IOC فرستاده کمکی به حل ماجرا نمی‌کنه، حتی قضیه رو پیچیده‌تر خواهد کرد، چون به هر حال مستندات اونها این است که با شما توافقنامه امضا کردیم، خود آقای صالحی امیری امضا کرده و بعد شما نقض کردید. الان IJF داره میگه که غیر از آقای ماریوس ویزر که از سوی ایران متهم شده به اینکه روابط صهیونیستی داره و اتهامات سیاسی به او وارد کردن، ژان لوک روژه دبیر فدراسیون جهانی، خانم لیزا الن مسئول برگزاری مسابقات و تعداد دیگری از افراد مسئول در فدراسیون جهانی که نام اونها قید شده شاهد هستند که دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی ایران در توکیو با استفاده از آیدی کارت مربی ایران غیرقانونی وارد محوطه ورزشکاران شده و تهدید مقامات سیاسی رو به او منتقل کرده. از این لحاظ فدراسیون جهانی کاملاً مطابق مقررات میتونه اعلام رأی کنه، کاری که انجام داده. در واقع اونا حکم رو دادن، یعنی اعلام کردن، رسما در سایت فدراسیون جهانی نوشتن که سعید ملایی مسابقه رو باخت، اما اون چه که به پیروزی رسید ورزش جودو بود. ما حمایت کامل میکنیم. حتی صفحه رسمی توییتر فدراسیون جهانی که عنوانش IJF بود الان تغییر کرده به من از سعید ملایی حمایت میکنم و این اتفاقاتی که در مجموع رخ داده در تاریخ ورزش بی سابقه است و واکنش‌های جهانی بسیار زیادی هم داشته. آقای رستم‌پور، شما خودتون با آقای ملایی دیدار کردید، گفتگو کردید، کمی راجع به خودش بهمون بگین، روحیش چطوره و چه در واقع چه چیزی رو پیش روی خودش می‌بینه؟ فدراسیون جهانی درباره سعید ملایی میگه که همه این اتفاقاتی که ما شاهد بودیم، این تهدیدها، این نگرانی‌ها، گریه‌های سعید در محل مسابقات، همش به خاطر اینه که او هیچی نمیخواد، فقط میخواد یک جودوکار باشه و مبارزه کنه. همین، یعنی این قائله به خاطر این موضوع برپا شده. سعید در آلمان الان به اتفاق همسرش و خانواده همسرش که همه از خانواده جودو هستند و برادر همسرش عضو تیم جودوی کمبینایان آلمان، مادر همسرش مربی جودوی زنان آلمان، تمریناتش رو دنبال میکنه تا
فدراسیون جهانی اعلام کنه که او برای تیم IOC در المپیک مبارزه کنه یا یک کشور دیگه. یعنی کاملا دست کمیته بین‌المللی المپیک هم در این زمینه بازه و رسما اعلام کردن که ما از سعید مولایی حفاظت میکنیم، کما اینکه گفتن ما در ژاپن هم براش اسکورت گرفتیم که از تهدیدات در امان بمونه. ما از سعید مولایی محافظت میکنیم و حمایت همه جانبه تا بتونه در رقابت‌های المپیک مبارزه کنه. ممنونم ازتون رستم‌پور. مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی. انفجاری در بین نیروهای تامین امنیت شاهراه قندوز در شمال افغانستان دست کم 6 کشته به جا گذاشته. به گفته مقام‌های محلی 15 نفر هم زخمی شدند. هنوز کسی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته. مقام‌های ولایت بغلان در شمال افغانستان میگویند چپ نظامیان طالبان از اطراف شهر پلخمری بیرون رانده شدند. وزارت داخلی افغانستان گفته در درگیری‌های دیروز 21 عضو طالبان و 2 نفر از نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. یک مشاور ارشد محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته زلمای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای مذاکرات صلح افغانستان پیشنویس موافقتنامه نهایی میان آمریکا و طالبان را به آقای غنی نشان داده. آقای خلیلزاد دیروز پس از پایان نهمین دور مذاکرات آمریکا و طالبان در قطر به کابل رفت. اگر ریاست جمهوری افغانستان میگوید دولت پس از بررسی دقیق موافقتنامه بین آمریکا و طالبان آمریکا را در جریان دیدگاه خود خواهد گذاشت. علی حسینی خبرنگار ما از کابل با ماست. علی، کمی بیشتر بهمون بگو که در واقع چه اطلاعاتی داریم راجع به دیدار آقای خلیلزاد و غنی و اینکه باید منتظر چه باشیم. آقای خلیلزاد از دیروز که پایش به کابل رسید تا امروز 2 بار با رئیس جمهوری افغانستان دیدار داشته و 1 بار هم با ریاست رئیس اجرایی دولت وحدت ملی عبدالله. آنطور که گفته شده آقای خلیلزاد در دیدارهایش با مقامهای افغانستان از جمله آقای غنی جزئیات توافقنامه بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان را که پس از مذاکرات 10 ماهه به توافق رسیدن را در اختیار شریک ساخته با دولت افغانستان. پیش از این یک مشاور ارشد رئیس جمهوری افغانستان گفته بود که آقای خلیلزاد متن پیشنویس توافقنامه را در اختیار آقای غنی گذاشته، اما بعد تصحیح کرد و گفت که به او نشان داده متن را. فعلا این برداشت میشه که گویا متن در اختیار دولت افغانستان قرار نگرفته و آقای زلمه خلیلزاد فقط نشان داده متن به آقای غنی. اما نگاه دولت افغانستان در رابطه با این توافقنامه چیست و با گفتش دولت افغانستان گفته که این جزئیات توافقنامه بین ایالات متحده آمریکا و طالبان را با دقت کامل بررسی بکنن. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری ساعتی پیش این موضوع را با خبرنگاران گفت. حکومت افغانستان با دقت کامل و در چارچوب منافع ملی کشور جزئیات این سند بررسی خواهد کرد و نیاز است تا تمام جزئیات این تفاهم‌نامه به گونه دقیق مطالعه و تدقیق شود. بدون شک حکومت افغانستان پس از مطالعه و بررسی همه جانبه دیدگاه خیش را با آقای خلیلزاد و تیمش شریک خواهد ساخت. صدیق صدیقی بود، سخنگوی دولت افغانستان. علی همچنان با ماست. علی، آیا زمانبندی هم مشخص شده برای این که یا میشه متصور بود که چه زمانی دولت افغانستان جزئیات این طرح رو با مردم در میون بگذاره؟ در نشست خبری بعد از ظهر امروز دقیقاً همین سوال از صدیق صدیقی پرسیده شد. پاسخ مشخصی از نظر بازی این زمانی ارائه نکرد، اما گفت که مشخصاً این بررسی‌ها بعد از جلساتی با سیاسیون چهره‌های متنفذ افغانستان بعد از آن نتایج بررسی این توافقنامه اعلام خواهد شد، اما زمان دقیقی مطرح نشد که گفته شد طی 3-4 روز آینده و یا 2-3 هفته آینده. اما گفت آقای صدیقی که در آینده نزدیک این توافقنامه بررسی میشه. موضوع مهم در رابطه با این توافقنامه برای دولت افغانستان چیست؟ ایست که دولت افغانستان میگوید هر نوع تلاشی که کشورهای بین المللی و انجام میدن باید در راستای آغاز مذاکرات بین الافغانی، یعنی آغاز مذاکرات دولت افغانستان و گروه طالبان و همچنین اعلام آتش بس باشد. از چنین توافقنامه‌ای دولت افغانستان حمایت و پشتیبانی میکند. ممنونم ازت علی حسینی، خبرنگار ما از کابل. با
سخنگوی دولت ایران خبر انفجار یک سکوی پرتاب موشک ماهواره بر در این کشور را تایید کرده. علی ربیعی گفته دلیل انفجار خطای فنی بوده و خرابکاری صورت نگرفته. هفته گذشته بعضی از رسانه‌های غربی تصاویر ماهواره‌ای از وقوع انفجاری در سکوی پرتاب موشک پایگاه فضایی امام خمینی در سمنان منتشر کرده بودند. انفجار در سکو بوده و هنوز ماهواره‌ای اصلا به سکو منتقل نشده بوده، در محل تست بوده، نه عملیات پرتاب اساساً، و در میادین تستی که ما داریم مثل میادین سمنان معمولاً این آزمایش‌ها صورت می‌گیره. در دنیا شبیه به این زیاد داره صورت می‌گیره و حتی تو کشورهای پیشرفته هم ما انفجارهای متعدد و مهیبی رو هم تو این زمینه‌ها ما معمولاً داشتیم. خوشبختانه در این اتفاق هیچ کس هم کشته نداشتیم. علی ربیعی بود، سخنگوی دولت ایران. اما فرمانده ناو بریتانیایی مونتروز میگوید که اخیراً 115 بار با نیروهای سپاه رودررو شده. یک نفتکش بریتانیایی که توسط نیروهای سپاه پاسداران توقیف شده هم از همین ناو تقاضای کمک کرده بود. کاپیتان ویل کینگ به دو روزنامه بریتانیایی گفته که نیروهای سپاه با تفتیش کشتی‌های تجاری به دنبال اتباع بریتانیا بودند. یک ماه و نیم قبل بعد از توقیف یک نفتکش ایرانی در آب‌های تنگه جبل الطارق توسط نیروهای بریتانیایی، ایران نفتکشی با پرچم بریتانیا را توقیف کرد. دولت ایران میگوید اگر اروپا به تعهدات خود عمل کند، ایران برای بازگشت کامل به توافق برجام آماده است. تهران از 5 ماه پیش از اجرای تعهدات خود در برجام کاسته است. گام سوم کاهش این تعهدات قرار است روز شنبه آینده اجرا شود. سخنگوی دولت ایران گفته ایران باید بتواند نفت بفروشد و به پول آن دسترسی داشته باشد. جیار گل گذاشت بودند. تلاش دیپلماتیک دولت ایران برای کاهش فشار تحریم‌های آمریکا. وزیر خارجه در روسیه و معاونش در فرانسه. هرچه بر فشار تحریم‌های آمریکا علیه ایران افزوده می‌شود، جمهوری اسلامی به روسیه و چین نزدیک‌تر می‌شود. این یعنی منافع اقتصادی برای این کشورها. وزیر خارجه و وزیر نیروی ایران به روسیه سفر کردند برای گسترش روابط اقتصادی بین دو کشور. ما نقش روسیه و چین رو با نقش سایر اعضای برجام یکسان نمی‌بینیم، به خاطر اینکه روسیه و چین شرکای نزدیک جمهوری اسلامی در قبل از برجام بودن، در دوران سختی، و همکنون هم روابط تجاریشون رو علی رغم فشارهای غیرقانونی ایالات متحده ادامه میدن. همزمان عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در رأس هیئتی از نمایندگان بانک مرکزی و وزارت نفت ایران به فرانسه رفته. مقامات ایرانی میگویند فرانسه با هدف نگه داشتن این کشور در توافق هسته‌ای پیشنهاد داده یک خط اعتباری 15 میلیارد دلاری برای پیش خرید نفت ایران راه‌اندازی شود. خوشبختانه در بسیاری موارد دیدگاه‌ها به هم نزدیک شده. آنچه که امروز در دست بررسی است ادامه بحث‌های فنی برای اجرای تعهدات اروپا در حال پیگیری است. باید نفت ایران خریداری شود و پولش نیز تمهیدی اتخاذ شود که در دسترس قرار گیرد و به ایران باز بگردد. این موضوع مذاکره ماست. دولت ایران از اردیبهشت امسال در نخستین سال روز خروج آمریکا از توافق برجام هر دو ماه گام‌هایی برای کاهش تعهداتش در اجرای برجام برداشته. دولت ایران روز پنجشنبه را آخرین مهلت برای گام سوم تعیین کرده. مقامات ایرانی میگویند اگر منافع ایران در برجام تأمین نشود، گام سوم برای کاهش تعهداتش در توافق هسته‌ای را برمی‌دارد. همانکان هم استراتژی ما تعهد در قبال تعهد هست و این ظرفیت هم وجود داره که ما در صورت اینکه تعهدات به طور کامل اجرا بشه، ما هم گام سوم رو در این صورت متوقف خواهیم کرد. در اجلاس سران گروه 7 در فرانسه، رئیس جمهور این کشور تلاش کرد زمینه دیدار رؤسای جمهور ایران و آمریکا را فراهم کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها برای دیدار مستقیم با رهبران ایران اعلام آمادگی کرده است. کسی بخواد با حسن روحانی عکس بگیره این کار امکان پذیر نیست. اما رهبران ایران میگویند تا زمانی که آمریکا به توافق برجام برنگردد، مذاکره معنی ندارد.
آمریکایی ها هم میگویند تا کشاندن رهبران ایران به میز مذاکره به فشارها و تحریم ها علیه ایران ادامه خواهند داد. جیارگل، بی بی سی. به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای ما امروز. فدراسیون بین‌المللی جودو ضمن حمایت از سعید مولایی، جودوکا ایرانی گفته درباره تحت فشار بودن او تحقیق می‌کند. اشرف غنی میگوید متن توافق میان طالبان و آمریکا برای صلح افغانستان را همه رهبران افغان باید ببینند. در ادامه برنامه. قدرت ترین تندباد تاریخ جزایر باهاما در راه کارولینای جنوبی و جورجیا. یک روز پس از درگیری میان حزب الله لبنان و ارتش اسرائیل، آرامش به مناطق مرزی دو کشور بازگشته. لبنان و اسرائیل اعلام کردند که حملات دیروز تلفاتی به بار نیاورده. اسرائیل تایید کرده که یکی از مقرهای نظامیش آسیب دیده و یک فروند نفربر زره‌پوشش منهدم شده است. مهداد فرهمند نگاهی دارد به ادعای دو طرف اسرائیلی و لبنانی در وارد آوردن تلفات جانی به یکدیگر. اینجا مارون و رأس در جنوب لبنان است، درست لب مرز اسرائیل. ساعتی پس از درگیری در همینجا لبنانی‌ها به تماشا ایستادند، با ابراز غرور از اینکه آتشبار اسرائیلی فقط به زمین‌های خالی خورده. اما حزب الله توانسته مقر نظامی اسرائیلی‌ها در آن سوی مرز را بزند و یک نفر بر زرهی را منهدم کند. اینجا هم اویویم است، در آن سوی مرز. شهرک یهودی نشین با جمعیت چند صد نفر و فاصله چند صد متر از مرز لبنان که تا همین 100 سال پیش خاک لبنان حساب می شد. باشندگان اینجا هم جور دیگری ابراز غرور می کنند. با وجود حمله حزب الله به مقر ارتش در همین روستا، امنیت و آرامش برقرار است. حتی مدارس را هم تعطیل نکردند. چند تا راکت ضد تانک به ما شلیک شد و ما با 100 گلوله توپ و آتشبار از هوا پاسخ دادیم. الان داریم گام بعدی رو بررسی میکنیم و برای هر احتمالی دستور آماده باش دادم. ولی اول یه چیز مهم رو اعلام کنم. ما هیچ تلفاتی ندادیم. هیچ کس حتی یه خراش هم بر نداشته. ناساز با گفته نتانیاهو نمایی از دو سرباز زخمی اسرائیلی است که با بالگرد به بیمارستان برده شدند. اما اسرائیلی ها میگویند همش کلک بوده. به جای خون رنگ سرخ روی سربازها ریخته بودند و زخمی نشانشان دادند تا حزب الله را گول بزنند. بیمارستان رمبم در حیفا هم اعلام کرد که دو سربازی که با آنجا برده شدند بدون نیاز به درمان مرخص شدند. اما حزب الله را گول بزنند برای چه؟ حمله دیروز حزب الله انتقام خون حسین زبیب و یاسر ظاهر، دو عضو 23 ساله این حزب بود که 9 روز پیش در حمله پهپادهای اسرائیلی به عقربا در نزدیکی آرامگاه حضرت زینب در حومه دمشق کشته شدند. اسرائیلی ها این نما را از حمله به آنان پخش کردند. البته آن زمان گمان کرده بودند این دو از نفرات نیروی قدس سپاهند. اگر ادعای اسرائیلی ها در نمایشی بودن سربازهای زخمی درست باشد، چه بسا خواستند بازی برد برد کنند. هم حزب الله دلش خوش باشد که زده، هم خودشان بگویند نخوردیم. هرچند در واقعیت آسیب به مقر نظامی ارتش اسرائیل و انهدام نفربر زره‌پوش موسوم به گرگ برای حزب الله ثبت شده. حزب الله برای اینکه بگوید زده و نخورده سند در دست دارد. مرتضی فرهمند، بی بی سی. مرتضی فرهمند که این گزارش رو زده همین الان اینجا با ما در استودیو هست. مرتضی، این ادعای اسرائیل که در واقع اونا زخمی نشدن، ما رنگ روی اونا پوشیدیم، شبیه یک شوخیه بیشتر. به نظر میرسه اسرائیلی برای اینکه اینو باورپذیرتر بکنند نیاز دارند که مدارک بیشتری
نشون بدن، قانع کننده ترش کنن. تا اینجاش ما یک عملیات کامل رو تصاویرش رو داریم، از زمانی که سربازا رو دارن میبرن سوار هلیکوپتر کنن، بعد از اینکه به ظاهر زخمی شدن، تا جایی که میبرن در بیمارستان و وارد بیمارستانش میکنن که در گزارش دیدیم. اما چیزی که خیلی مهمه اینه که اگر اسرائیلی ها کشته داده باشند، اون وقت این محدود کردن این عملیات با اونچه در دیروز اتفاق افتاد که فقط یک تبادل آتش بود، دیگه براشون ناممکنه، ناگزیر از این هستن که وارد جنگ بشند. و به نظر نمیرسه که آقای نتانیاهو دنبال جنگ بشه. شاید این همین میزان از درگیری رو، شاید اهداف انتخاباتی هم از این داشت، اما بخواد جنگ فراگیری پیش بیاد، اون وقت اون ممکنه که خواستش نباشه در این شرایطی که چند روزی، یک هفته بیشتر، شاید 10 روزی بیشتر به انتخابات نداره. چقدر تبادل آتش دیروز میتونه توان نظامی حزب الله رو نشون بده؟ چون اونها گفته بودن که موشک‌های نقطه زن دارن. اون چیزی که اتفاق افتاده با راکت‌های کورنت روسی ضد تانک، اسرائیلی‌ها یک نفرور رو زدند و اون ساختمان مقر ارتش اسرائیلی رو، و در مقابل هم توپخانه خودکار اسرائیلی، همون روند در واقع چیز نسبت به اتفاقاتی که هر از گاهی در لبنان میفته، اسرائیلی فراتر از اون نرفتن، چون اونجا یک سامانه اسرائیلی دارند که اگر که یک راکتی چیزی از مرز رد بشه، به شکل خودکار محلش رو ردگیری میکنه و اون جایی که اون ازش پرتاب شده رو میزنه. و در لبنان هم هر از گاهی پیش میاد که معمولا گروهای فلسطینی میرن از اونجا از راکت های دستساز پرت میکنن به این ور، اسرائیلی‌ها هم میزنن و خیلی عادیه. این بار هم در به همین شکل بوده، اما با حجم وسیع‌تری و گویا از بالا هم با پهپاد شلیک کردن. ولی معمولا این جور حملات تلفاتی به بار نمیاره، چون جایی که ازش راکت شلیک میکنن محل رو تغییر میدن. نکته دیگه اینه که به نظر میرسه که اسرائیلی ها اصلا، یعنی حزب الله، استفاده نکرده اگر که از اون در واقع سلاح‌های پیشرفته ترش، حتی اکثر همین راکت‌های کورنت بوده و احتمالاً کاتیوشا، در حالی که خود اسرائیلی ها اذعان دارند که حزب الله دارای موشک‌های نقطه زنه، ولی شاید برای زمان مهمتری اونها را نگه داشته. ممنون ازت مهتاد فهمت، همکارم اینجا هست. مقام‌های دولت یونان تخلیه صدها مهاجر را از اردوگاه موریا در جزیره لسبوس شروع کردند. به دلیل ازدحام بیش از حد در این اردوگاه، قرار است بیش از 1300 نفر از مهاجران به بندر تسالونیکی در شمال این کشور منتقل شوند. سازمان ملل می‌گوید حدود 11000 نفر در اردوگاه موریا نگه داشته شدند که 4 برابر ظرفیت استاندارد آن است. محاکمه 12 نفر از اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان امروز در مرکز قضایی مبارزه با فساد در کابل برگزار شد. این افراد متهم به سوء استفاده از صلاحیت کاری و دستکاری آرای انتخابات پارلمانی سال گذشته افغانستان هستند. انتخابات پارلمانی افغانستان 28 میزان یا مهر سال گذشته برگزار شد و طی چند ماه از آغاز تا اعلام نتیجه جنجال‌های زیادی رو در پی داشت. روین رحموش گذشت بود. نخستین دادگاه مسئولان کمیسیون های انتخاباتی، 9 عضو پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و 3 عضو پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی در جایگاه متهم، افرادی که 5 ماه پیش ممنوع الخروج شدند با اتهام فساد، سوء استفاده از صلاحیت های کاری و دستکاری آرای انتخابات پارلمانی افغانستان. عملکرد ایشان وفق حکم فقره 2 ماده 432 432 و 403 کد جزار جرم تلقی شده و با نظر داشت ماده 73 کد مذکور مستوجب مجازات پنداشته می شود. انتخابات جنجالی پارلمانی افغانستان میزان سال گذشته زیر نظر همین چهره ها برگزار شد. آنچه جنجال آفرید خروج آرا از سیستم و باطل کردن آن بود. در حالی که ماکلین ما از صلاحیت خود استفاده کردن، مطابق با ماده 93 تصمیم آنها نهایی نیست، ولی این مواد که ما برای شما خواندیم، هم حکومت و هم سارنوالی بعدها مواد نقص کردن. شفافیت انتخابات ها در افغانستان همیشه با پرسش مواجه بوده، اما این اولین بار است که برگزار کنندگان انتخابات دادگاهی می شوند و کار برگزاری انتخابات به کمیسیون جدید سپرده می شود. کمیسیونی که ماموریت دشواری پیش رو دارد و کمتر از 1 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری باید آماده برگزاری آن باشد. روین رحنوش،
بی بی سی کابل. نتایج اولیه انتخابات ایالتی آلمان از رشد محبوبیت حزب راستگرای آفده در دو ایالت شرقی ساکسونی و براندنبورگ حکایت دارد. با این حال این احزاب برای کنار زدن ائتلاف حاکم در این دو ایالت رأی کافی نیاوردند. احزاب دیگر حالا دوباره تشکیل ائتلاف‌های تازه بدون حضور آفده گفتگو می‌کنند. طی سال‌های اخیر محبوبیت این حزب در پی مخالفتش با سیاست دولت آلمان برای پذیرش حدود 1 میلیون مهاجر غیر اروپایی رو به افزایش بود. در تاریخ طوفان‌های ثبت شده دوریان قدرتمندترین طوفان باهاماست. دوریان جزیره آباکو و منطقه باهاما را با سرعت حداکثر 300 کیلومتر بر ساعت می‌پیماید. گزارش هواشناسی برای یکی دو روز آینده موجب شده مسئولان از مردم منطقه بخواهند محل زندگیشان را تخلیه کنند، اما همه به این توصیه عمل نکردند. انتظار می‌رود بخشی از ساحل فلوریدا هم در مسیر دوریان باشد. گزارش گرت بارلو را هم ببینید. باد شدید و امواج بلند. حمله طوفان دوریان به باهاما آغاز شده. قوی ترین طوفان تاریخ این منطقه. بخش‌های از منطقه زیر آب است و در جاهایی هم مرز خیابان و اقیانوس از هم قابل تشخیص نیستند و این در حالی است که طوفان هنوز به آن مناطق نرسیده. به ساکنان باهاما گفته شده به خاطر این طوفان مرگبار منطقه را ترک کنند. با وجود باد و طوفان سهمگین، دوریان آرام از روی اقیانوس می‌گذرد و ساعت‌ها باد و باران شدید ایجاد می‌کند. در ایالات متحده آمریکا با اینکه دستور تخلیه صادر شده، مردمی که در مسیر دوریان هستند، خودشان را برای بدترین‌ها آماده می‌کنند. نیروهای گارد ملی و حتی زندانی‌ها به ساختن کیسه‌های شن کمک می‌کنند. قدرت این طوفان را نباید دست کم گرفت. در 48 ساعت آینده شاهد بادهای شدیدی خواهیم بود و مرکز ملی طوفان‌های آمریکا می‌گوید دوریان در تمام این منطقه می‌چرخد. اینجا مردم هر چه از دستشان برمی‌آید انجام می‌دهند. اما واقعیت این است که با چنین قدرتی چشمانداز واقعی پیش رو چیزی به غیر از ویرانی نیست. به پایان این بخش خبری رسیدیم تا دقایقی دیگه با خلاصه خبر باشیم.